السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بینندگان گرامی چنانه که آگاهی دارید در قضیه برادر جنید الله خدایاروف روزی 31 اکتیابر پس از اینکه سود شهری دوشنبه حکم جنید الله خدایاروف را به تغییر ماند و در مورد آن همه خواهش و طلبی که شهروندان کشور ما در خارج از کشور برای رهایی او تلاش و سعی نمودیم، آنها را گویا که به انابت نگرفتند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی تاجیکستان در قضیه جنید الله خدایاروف تلاش و کوشش های خود را انجام داده ایستاده است و در مورد اینکه آنها و اشخاصی که در این قضیه بی‌طرف نبودند اظهار سپاس می نماییم و نباید از چنین رنگ گرفتن کار ما خسته باشیم و نباید برای مبارزه بردن برای آزادی هر شهروند کشوری که بیگناه وارد زندانش می نمایند بی‌طرف باشیم. و الله سبحانه و تعالی در قرآن چنانه که فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. الله در این آیات مبارکه، آیات‌های مبارکه سوره آل عمران 139-140 می‌فرماید: سستی مکنید و اندوهگین مباشید، زیرا اگر ایمان آورده باشید شما غالب هستید. اگر بر شما زخم رسد، به آن قوم نیز همچنان زخم رسیده است و این روزگار است که هر دم آن را به مراد کسی می‌گردانیم. الله اکبر. این روزگار است و تلک الایام نداولها بین الناس، و این روزگار است و هر دم آن را به مراد کسی میگردانیم تا خدا کسانی را که ایمان آورده اند بشناسد. خوب دقت کنید، خدا آنانی را که ایمان آورده اند بشناسد و از شما گواهان یا اینکه شاهدان گیرد، و خدا ستمکاران و ظالمان را دوست نمیدارد. صدق الله العظیم. الله راست گفته است در این آیات های خیلی تکان دهنده ای که هر یک فرد پس از بعضی اعمالی که انجام می دهد فکر می کند که چرا چنین شد، در حالی که برادران و خواهرانی که در این قضیه بی طرف نبودند با صراحت می گویند که الله برای شما اجرهای زیادی را عطا می نماید و تنفیس و دور کردن نی مشکلات یا که مصیبت از سر هر مسلمان دارای اجر خیلی زیاد است. چنانه که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه: اگر برای من نشستن اعتکاف در مسجد، یک ماه در مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعتکاف بشینم، و یا اینکه یک روز برای برآورده کردن مشکلات یک برادر مسلمانم خارج شوم، آن عملی که برای کمک کردن آن برادر مسلمان هم انجام میتیم از نشستن اعتکاف در مسجد رسول اکرم به مدت یک ماه برای من برتر و بهتر است. و دور کردن غم از سر چهار طفل جنید الله خدایاروف، مادر و برادران نزدیکانی که در فراق او میسوزند و برای گفتن سخن حق مبارزه بردن بر علیه فساد مبارزه ها، یعنی که نوشتند تا اینکه جنید الله خدایاروف در قضیه ناحیه رشت و در قضیه آن منطقه که زندگی می نمود بی طرف نبود و کوشش میکرد که آنهایی که یعنی که رشوه‌خور هستند، آنهایی که کروپسیونر هستند و آنهایی که
مالکیت ملت و دولت را به نفع خودشان استفاده می برند باید که چنین نکنند، و زیرا آنها مسئول هستند و مسئول بودند دلالت کننده بر این است که باید که با آنچه وظیفه در پیششان از طرف دولت و ملت گذاشته شده است آنها را باید یعنی که خوب انجام بدهند. چنانکه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به معاذ میگه این انها الامانه که طلب وظیفه میکند، میگه انها الامانه و انها خزی یوم القیامه. ای معاذ، یعنی وظیفه طلب کردن یا اینکه در یک وظیفه کار کردن امانت است، و امانت و وظیفه دولتی را انجام دادن چی است؟ وقتی که اگر خوب انسان اون را انجام ندهد خاری روزی قیامت است. پس برای هر یک شخصی که در وظایف دولتی ایفای وظیفه می نماید نباید این که فکر کند چگونه مردم را استثمار، چگونه از مردم پاره و رشوت و مالکیت دولتی و آن اسنادی که شهروند برای گرفتن آن را برای تصدیق هویت خودش و یعنی که مؤسسه ها و وزارت ها و آن کارخانه هایی که وارد می گردد نباید که از آنها مبلغی ستانده شود تا اینکه آنچه که اون حق شهروندی او است یعنی که پایمال گردد. به این خاطر خطبه طولانی نمی کنیم و در مورد اول آغاز می نماییم در مسئله آنچه که در دادگاه گذشت روزی 31 و پس از اون می پردازیم به بعضی مسائلی که مربوط به این قضیه از قبل بود. ما چنانه که می دانیم هر رئیس جمهور و رئیس دستگاه رئیس جمهور، وزیران و هر شخصانی که در دولت ایفای وظیفه می نمایند و خدمتگار این ملت هستند باید که اونها در هدفشان برای بهبودی زندگانی شهروندان کشور یعنی که باشد، پروانه کرده شده باشد و باید که به روز قبول شهروندان را داشته باشد و فرق ندارد که اون شهروند چی میخواهد از او، حتما وظیفه اون است باید اینکه صدای قلب اون شهروند شنیده شود. ما چنانه که آگاهی داریم از یعنی که منبعهای خودمان، برادرانی جنید الله خدایاروف با مادر پیرشان وقتی که میخواهند چند بار حتی بیش از 20 بار به حکومت به قصر رئیس جمهور و به نزد معاون پروکورور جنرالی و هابوف رفتند، ولی از طرف اونها از نزد در برگردانده شدند و نخواستند که حتی یعنی که با اونها ملاقات کنند، همچون یک شهروند و آنچه که اونها طلب دارند سخنی اونها را گوش کنند. و ببینید که رئیس جمهوری کشور و رئیس دستگاه اون آزاده رحمان و یا که آزاده رحمان وقتی که روزهای قبول برای شهروندان ندارند و نمی خواهند که یک شهروندی که می خواهد درد دلش را به رئیس کشورش برساند تا اینکه یگان یعنی که کروپسیا یا که فساد در اون جای داشته باشد اون را به گوش اون برسانند، پس چگونه می شود گفت که تاجیکستان یک دولت دموکراتی آزاد و حقوق بنیاد است اگر بشرطی باشد. و در این مدت هر وقتی که رفتند یگان بار روزی قبول نداشته بودستند، یعنی نه امام علی و نه رئیس دستگاهش حتی فرصتی ندارند که با این یعنی که مادر جنید الله خدایاروف ملاقات نماید و حتی 5 دقیقه از اون بپرسد که مادر چی حال داری و تو چی میخواهی. ما اکنون میگذاریم در موردی خب باید که در این مسئله آزاده رحمان و دستگاهی که در اونجا کار میکند اون مال این ملت است و اون مال یعنی که پدر شما نیست و شما به قضیه مردم رسیدگی کنید و آنهایی که در پشت قضیه جنید الله خدایاروف میستند بدون شک آیله شما را یعنی که خیلی بدنام کردند و اسمی حکومتی که پدر شما اونا رهبری میکند در نزد جامعه های جهانی همچون یک کشوری فساد زده، همچون یک کشوری حمایت کنندگان فسادکاران و کروپسیونرها معرفی میکند. و البته در این قضیه کمیته ما کارهای خودشون را انجام میتیم برای نوشتن و ارسال کردن به مؤسسه های حقوقی تا اینکه مسائلی که در تاجیکستان در دادگاه ها میگذرد اون خیلی وخیم است. خب
در مورد اینکه آیا حکمی که صادر نمودند به دست ادوکات یا نزدیکان جنایت الله خدایاروف یا مادرش یا پدرش یا اینکه نزدیکان اون دادند اون حکمی که سودی صادر نمود، نه، اون پس از 10 روز یا تاریخ 9 یا اینکه تاریخ 10 نوامبر به دست خانواده جنایت الله خدایاروف رسانیده می شود و جلسه یا که برگزاری حکمی که در این روز 31 اکتبر برگزار گشتید ساعت 10 صبح شروع شد و همگی 15-20 دقیقه برگزار گشت. خودتان بینندگان گرامی دقت نمایید به این یعنی فکت هایی که در پیش شما میگذارم. 15-20 دقیقه مرافعه سودی برگزار گشت و با البته با اون مشورتی که کلیجه سودی داخل حجره می شوند و مشورت می کنند. البته این قضیه را سودی شهری دوشنبه دید و سودیایی که در این قضیه اشتراک کردند و کلیجه اونها که عبارت از 4-5 نفر بود، البته در اختیار ما این اسامی رسید: بابا خانزاده اسام الدین و سید شاهزاده ظفر و یوسف شاهزاده محمد علی. یعنی اینها بودند سودیه هایی که در مرافعه دادگاهی جنایت الله خدایاروف اشتراک نمودند و پراکرار شهر دوشنبه که در این قضیه به واسطه اشتراک و نام او اکراموف حسین جان بود. خوب اشخاصی که در این قضیه یعنی که دست دارند و گویا اعتنایی نکردند، خوب اسامی این اشخاص را در یاد بگیرید و بدانید که در این قضیه اینها اشتراک داشتند و حکم او را چگونه کردند. سود در این مرافعه چگونه برگزار شد؟ یعنی که در آغاز مرافعه سودیه ها گوش کردند و ادوکات جنید الله و ادوکات جنید الله و جنید الله یعنی سخنان او را گوش کردند و پس از اینکه جنید الله در مورد یعنی که اون اتهاماتی که بر علیه او یعنی که اتخاذ و قرار گشته شد و 31 آگوست سال 2018 او را به 5 سال زندان محکوم کردند، جنید الله یعنی که سخن دادن، وقتی جنید الله سخن دادن، جنید الله خدایاروف گفت: سلام علیکم کلیگی سودیه ها و عیبدار کننده دولتی و تمام اهلی نشست، من خدایاروف جنید الله عبداللهویچ سال تولدم 2 ایونی سال 1983، آیلدار هستم، صاحب 4 فرزند نابالغ هستم، پرونده نسبت من آغاز شده است، به اساس و غیر قانونی می باشد، من سلفی نیستم. خوب دقت کنید، من سلفی نیستم و به آنچه مرا متهم نمایند حتی نزدیکی هم نداشتم و بیزارم از آنچه مرا به آن تهمت نمودند. خوب می دانید زندانی شدن من با چی و چه عوامل ارتباط دارد و شخصانی که در مورد من شهادت دادند آنها 4-5 نفر که همه‌شان از یک آیله می باشند. خوب دقت کنید افرادی که در این قضیه دست دارند و شاهدان هم همه‌شان 4-5 نفر و از یک آیله می باشند. بازی انشاءالله ادامه می دهیم تا اینکه بفهمید که اون آیله کی است. و درباره جنایت های کرده‌شان در سالهای پیش در پراکراتور ناحیه رشت عریضه نوشته بودند و آنها نسبت من شاهدی بر دروغ دادند و سبب های بمان و معلوم یعنی سخنهای دروغ اونها را با انوبت گرفته. سودیه هم سخنهای دروغ همین 4-5 نفر شاهدان گفته و شهدای زور را قبول نموده است که پرونده و عید من اعلان شده را رئیس ناحیه رشت لایقزاده خانواتچه و مراد و فریدون که من برادرش کشور و جاندارشو را خوب دقت کنید، همون 4-5 نفره که شهادت دادن برادرانی یعنی که کشور و جاندارشو در یعنی که مراد و فریدون هم شخصی که با رئیس ناحیه رشت یعنی که همکار و نزدیک و یکی از افراد نزدیکی که است لایقزاده خانواتچه و لایقزاده می باشد و برادرهای اینها یعنی که نزدیکان اینها کشور و جاندارشو که البته این قضیه هست که فریدون اینا تشکیل نموده است، مراد و فریدون در مورد کشور و جاندارشا که سال 2014 دیرکتوری مکتب رقم 18 بود،
در پرکروری نوویای رشت در مورد اینکه او 14 سال دیرکتر مؤسسه است و همه مؤسسه را حلا و تاراج میکرد عریضه نوشته بود است. خوب ببینید، خوب دقت کنید، برای کروپسی یک نفر در پرکراتور نوحیه رشت نوشته است که همین شخصی که ایفای وظیفه می نماید لایق به این وظیفه نیست و این مسئله را ببینید. و طلا و تاراج میکرد، عریضه نوشت و ضرر رسانده‌اش را پس از نوشتن من، البته وقتی که قضیه را دیدن و برآمدن و جاندار کشور و جاندار شو را مجبور کردند و بودجه حکومت نوحیه آن مبلغ هایی که از این مؤسسه دزدیده است دوباره برقرار کرد و او را از وظیفه برای این عملهایش برکنار نمودند. وقتی که من در شبکه های اجتماعی فیسبوک کمبودی هایشان را افشا ساختم، آنها از آدمون پیش با من خصومت داشته را بر زیر من یعنی استفاده نمودند. کی استفاده نمود؟ مراد و فریدون و قناعتشا لایق‌زاده، رئیس نوحیه رشت. و بر زیر من استفاده بردند و همچون شاهد. از کلگی سودیه های احترامونه خواهیش دارم که من را آزاد نمایید. پرونده دروغینی که نسبت من آغاز شده است آن را قطع نمایید، زیرا من صاحب 4 طفلی خردسال نابالغ هستم. من صاحب 4 طفلی خردسال نابالغ هستم و آنها احتیاج به پدر دارند و آنها به پدر نیاز دارند و من باید آنها را تعلیم و تربیه بدهم و به وایه برسانم. مرا از آزادی محروم ننمایید و از این تالار مرا آزاد نمایید، چون که من بیگناه هم. این بود سخنان جنید الله در مرافعه که برگزار گشت تاریخ 31 اکتبر 2018 و در یعنی که این حالت سودیه با ادوکات، وقتی که این یعنی که سودیه کلگی سودیه های شهر دوشنبه وقتی که این سخن ها را شنیدند و سود با هیئت به خانه مشورتی داخل شدند، عادتا وقتی که قضیه ها را میبینند یعنی که چنین است، باید که سودیه خوب مشورت کند با کلگی سودی و این مسئله را یعنی که واقعا هم مورد بررسی قرار بدهد. و همگی کلگی سودی وارد اتاق مشورتی شدند و 2 دقیقه اونجا یعنی که گویا شیشتن خندیدن که حکم این معین است و بخارج شدن و حکم را به تغییر گذاشتن. و از شاهدان عینی چنین میگویند که در این قضیه یعنی که حکم اصلا به مثل قبل یعنی که گذاشته شده بود و هیچ یعنی که تغییرات در این وجود نداشت و وارد نکردند و اصلا به اینوبت نگرفتند. و پرونده جنایت الله خدایاروف فرمایشی بود و در این مسئله کار کردن هم و حمایت او خیلی مشکل بوده است، چون در مورد این قضیه یک شخصی خیلی والا مقام، یک شخصی در یعنی که وظیفه های بالای پرکراتوره جنرالی و هابوف، ولی جان جانشین پرکرور جنرالی در این قضیه سپاریش داده است و باید که حکمی جنید الله خدایاروف به تغییر مونده شود و از دستی هیچ کسی تغییر دادن این حکم دیگر بر نمی آمد، چون که ولی جان و هابوف ولی جان داماد قناعتشا یعنی که جیان قناعتشا لایق‌زاده همسری و هابوف ولی جان است. خوب قضیه را دقت کنید که چقدر پیچیده است. قناعتشا یعنی که رئیس نوحیه رشت، ولی جان و هابوف ولی جان معاون پرکرور جنرالی یعنی که کشور قده هست یا که یعنی که خوب خودگی دارن، نزدیکی دارن و البته این هم از نوحیه رشت است و در این قضیه دست داشته است تا اینکه این مسئله به تغییر گذاشته شود. و وقتی که یک حالت دیگر تغییر داد، یعنی که برام وقتی که نوشتن از پرکراتور جنرالی خیلی عجیب بود، میگه وقتی که در این مسئله خواستن که از اونها بپرسن گفتن مشکل نیست، ما اگر چنین باشد قضیه را میبینیم، ولی میگه وقتی که دفترچه را کشودن دیدن که جنید الله خدایاروف میگه دفترچه را پوشید و گذاشت قبل از این که مرافعه برگزار شود، گفتن حکم این تغییر نمیخورد. خوب دقت کنید، سود
پس برای چی لازم است؟ ادوکات برای چی لازم است؟ برای چی این مضحکه ها رو در کشور انجام میدید؟ تو که جامعه جهانی برای شما بگد که شما یک دولت حقوق بنیاد هستید، یعنی که یک دولتی که اصلا با ظلم بنیاد شده است. البته حقوق بنیاد تو اگر با مانند رسول اکرم میگه والله اگر فاطمه بنت محمد دزدی کند لخطعت یدها، دست فاطمه دختر رو میبرم. سبحان الله، حقوق بنیادی کجاست؟ از کدام حقوق بنیادی سخن میرانید؟ از کدام حقوق بنیادی؟ وقتی که قبل از چند روز پراکرور یا که اشخاصی که وابسته به این قضیه باید که این قضیه را دیده برایند، وقتی که دفترچه مخصوص خود رو باز میکنند و چی میگویند؟ میبخشید این قضیه به تغییر باقی میماند. پس سود برای چی لازم است؟ پس برای چی چنین مضحکه ها رو در کشور انجام میدهید؟ و در این سود البته اشتراک نموده بودستن، ممکن است که ما اشتباه کنیم. برای اینکه آن چی خبر برای ما رسید، پدر جنید الله خدایروف در مرافعه اشتراک نموده است، مادرش بوده است و دو برادر ممکن اشتراک کرده است، یا یک برادر و یک عمک و پسر خاله جنید الله در مرافعه سودی برادرشون اشتراک نمودند. و این مسائل بود که تا اینجا برای شما بینندگان گرامی گفته رساندیم، تا اینکه قضیه جنید الله خدایروف برای شما، یعنی با جزئیاتش، یعنی که دانید و برای آن زحمت هایی که کشیدید باید دانید که، یعنی که شما و ما کمیته شهروندی برای نجات زندانیان و گروگانان سیاسی یکان، یعنی که کوتاهی در این قضیه نداریم، چون که مشکلات، یعنی که آب از بالا لای است، فساد از بالا هست. جنید الله که برای برگردانیدن مبلغ از یک دزد جاندارشا بود، از اون به بیوجت کشور کمک نموده است که بیوجت کشور باید مبلغ های دزدیده شده این شخصی رئیس دیرکتر مکتب، یعنی که برگردانده شود و برادرهای اون در قضیه جنید الله شاهد می شوند و شهادتی بر دروغ می دهند. برای چی؟ برای اینکه برادرشون در این قضیه او دزدیش کشف کرده است و فسادی که در اون ناحیه وجود داشت در این مؤسسه دولتی اون، یعنی که با گفتی خودمون به ضرر گردانیده است. و مبارزه بردن بر علیه فساد واقعا هم کمیته وقتی که چنین، یعنی که شعار را ما در کمیته مشورت نمودیم و اینا، یعنی که نوشتیم، واقعا هم، یعنی که اسم علی المسمی است، ضد فساد بود، زندانش کردند. آن آزادی با جنید الله خدایروف. خب دیگه با زبان انگلیسی هم همون خیر اوینیون و اکستریمیزم زبربو سکروپسی. خب پس همه آنهایی که اتهام به اکستریمیزم هستند و اتهام به یعنی قضیه های ساخته و بفته که با 29 سال و 30 سال زندان شده هستند، خوب با دقت اینها را اهمیت بدید که یک جنید اللهی که اصلا برای کمک حکومت و برای کمک همین ملت کمر همت بسته بود و ضد فسادکارانی که در ناحیه بودند و رشوه و یعنی که کروپسیونری میکردند و از مردم پول میگرفتند، برای حکومت و برای کمیته یا یعنی که کروپسی از فساد کشور کمک میکرد، به جایی که برای این مدال یا که یک جایزه داده شود برای اینکه ناترسانه بر علیه فسادکاران، یعنی که مبارزه به امان میبرد و برای حکومت و ملت و کشور، یعنی که خدمت میرسونند، به 5 سال زندان محکوم گشت. آنهایی که میگن شما برای کشور چی کردید؟ مرحمت جنید الله خدایروف برای برگردانیدن مبلغ‌های دزدی شده از طرف بعضی افراد به این دولت و ملت خدمت کرد. خوب دقت کنید آنهایی که میگویند که شما برای این دولت و ملت چی خدمت کردید. جنید الله برای این دولت و ملت خدمت نمود و با بودجه برگردانیدن مبلغ‌های دزدی شده کمک کرد. یک ما عریضه که با پراکراتور ناحیه رشت نویست. پس شخصی که در کمک کردن ملت و افرادی که در شهروندانی که در ناحیه زندگی میکنند این خدمت خوش رسانید، آیا او
سازوار است که به 5 سال زندان محکوم گردد؟ آیا شخصی که فسادی وزارت معارف را در ناحیه آشکار نمود و اون رسانه‌ای گشت، آیا او به 5 سال زندان محکوم شدن، آیا این از روی انصاف و از روی ایمان و از روی دولت حقوق بنیادی است؟ شخصی که برای دزدی برق تاجیکی امروز 15 میلیارد یعنی که قرضدار است، برای اون نوشت که این مسائل باید دیده شوند تا برق تاجیکی که حاضر ملت برای گرم کردن خانه هاشون برق ندارند، برای چی؟ برای اینکه برق تاجیک قرضدار است. برای اون فساد مالیه که در اون ناحیه شده گذشت، برای اون نوشت در این قضیه او را گناهگار و وارد زندان و حکم به اکستریمیزم نمودندش. بربا از کروپسیا ابرنوسیا تیورموی مبارزه با فساد او را زندانی نمود، مبارزه با فساد او را زندانی نمود، ولی خوشا به حال آن مادره که چنین جوان مردان مثل جنید الله را تولد نمودند و به وای رساندند و برای آزادی و برای آنچه که این دزدان، برای آنچه که ملت ما از دست این دزدان حاکم بر کشور یا افرادی که اون دزدانی یعنی که صاحب منصب رو در کشور ریاست میکنند و کریشگی میکنند تا که این دولت بیتی و حکومت کن، ظلم کن، هر کار میخوای مهم و یعنی که برای ما مبلغی که لازم است برای ما بیتی. پس وقتی که قبل از این که هر نفری فیک در فیسبوک و هر نفری که از ما میخواهد یک چیز سوال کنه که شما با مردم با دولت چی خدمت کردید، البته مردم میداند که چی خدمت کرده است. چنانه که الله میگه اعملو عمل کنید تا اینکه الله پیامبر و مؤمنان عملهای شما را ببینند. پس تمام ملت عملهای اینا دید و خوند و شنید، برای این خدماتش 5 سال واردی زندان گشت و حکمش به تغییر هم باقی ماند. خوب، در مسئله این که سودیا سوال میکند که چرا ترا با سلفی زنچیر میکنند، یعنی که اتهامات میکنند، جنید الله گفت که باید شما از کمیته دین اینا پرسید نه از من، چون من سلفی شناس نیستم که بدونم که سلفی چی است و برای چی من اتهام کردن. خوب، وقتی که چنین مسئله گفته شد، من یعنی که رفتم سراغ بعضی مسائل که خیلی برام یعنی که عجیب بود. خوب، باور کنید بعضی از بعضی گپ میبروید میگن، این خیلی یعنی که مهم است. وقتی که مسئله کمیته تشخیص کمپلکسی دینشناسی رقم 58، خوب دقت کنید، از 6 مارس 2018 و انجامش 14/03/2018، یعنی از 6 تا 14 مارس تشخیص کمپلکسی دینشناسی رقم 58 کمیته دین انجام شده است و جای گذراندن تشخیص کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. خوب، 8 تا. خوب، یعنی که این همون است. خوب، انجام داده شد. شورای کرپسیونی، خوب، ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان امینه پیشنهاد کرده است و مقصد گذراندن تشخیص کمپلکسی دینشناسی. کمیته عاید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن مراسم های خیر فلان فلان از حکومت درخواست عاید به گذراندن تشخیص دولتی دینشناسی مواد های متعلق به شعبان خدای رو جنید الله عبدالله رو در شکل ورق ها از صفحه اینترنتی ادنا کلاسنی. و در مورد این که وزارت کارهای داخله در از کمیته یعنی که دینی از کمیته عاید به کارهای دین و تنظیم و انعنه ها و جشن مراسم های نزد حکومت جمهوری تاجیکستان درخواست نموده است که در مورد جنید الله خدایاروف تشخیص کمپلکسی گذرانده شود و این تشخیص کمپلکسی رقمی 58. و کمیته دین می نویسد که وقتی که این موادهای جنید الله خدایاروف تشخیص دولتی دینشناسی موادهای متعلق به جنید الله خدایاروف یعنی که در شکل ورقها از صفحه اینترنتی ادنا کلاسنیکی با نام مستعار جنید الله خدایاروف، گویا که جنید الله با اکروسی بیچاره نویسه است جنید الله، کمیته دین یکم تشخیصی که کرده است گویا که این فیک بود است. او فیک های خود، چون که کمیته امنیت ملی، کمیته اذیت ملی با یعنی که دیگر فیک ها با نام های نمیدونم چی وارد می شود، اونها فیک نیستن. خوب دقت کنید،
جنیدالله خدایاروف نومش است عبداللهویچ یعنی که گویا که نومی مستعار دی جنیدالله خدایاروف یکم یعنی که تشخیصه که دیگه نمیدونم چی گناهگار کنم باید فرمان است که این گناهگار کرده شود تشخیص دینشناسی رقم 58 خوب دقت کنید رقم 58 کمیته دین که از ششمی یعنی که مارتی 2018 تا 14.03.2018 در مدت از ششم تا 14 یعنی 8 روز 7 روز یعنی که این تشخیص انجام شد یکم گناهی وزمینه که یفتن نومی جنیدالله خدایاروف در جنیدالله خدایاروف نشته شده گیده است برای همین قد نومی فیکی بوده است خوب دقت کنید این بزرگترین جنایت جنیدالله رو پیدا کردن که نومش فیکی بوده است خوب یک تن بنابر محدود بودن مهلت تفتیشات یعنی که مهلت چو کم بوده است باید تز مسئله را دیدن میبرمده بودستن مورد تشخیص ابتدایی دینشناسی قرار دادن در تاریخ 28.02.2018 تشخیص رقم 43 رو با مکتوب رقم 402-2-01 و در قوس 3 ارسال نمود مواد پیشنهاد شده از جانب شورای کارشناسان اوید با گذراندن تشخیص دولتی دینشناسی تکرارا مورد تشخیص کمپلکسی قرار داده شد معین کرده شد که در ورقه های پیشنهاد شده عکس ها و سکرین شات ها از نوشتجات متعلق به شهروند خدایار و جنیدالله عبداللهویچ ثبت گردیدند تحلیل و تشخیصی که نمودند در مواد های مذکور سیاست پیشگویی که در مواد هایی که سکرین شات کردند از ادناکلاسنی و با نام مستعار یا که فیکی که گویا جنیدالله داشته است حرف جی را دژ نوشته است گویا فیک شده گیه. در مواد های مذکور سیاست پیشگیرته حکومت جمهوری تاجیکستان مورد انتقاد قرار داده شد شهروند نامبرده پیوسته ناراضگی خود را بیان می نماید چهل همون انسان ناراضگی خود را بیان نکند در حالتی که یعنی که میبینه که چی گپ است در تاجیکستان خوب دیگه مهم در ورقها همچنین فکر و اندیشه ها آید به جایگیر شوی رویه دیویزیه چه یکم فدراسیون البته در این مورد منم یعنی که نظر داده بودم در همون سالها که البته نمیدونم سال 2013 بود یا الله اعلم یا 13 بود یا 14 من فکر در نظر من وقتی پرسیدم گفتم من ناراضیم که دیویزیه اتحاد یکم در یعنی که تاجیکستان قرار داشته باشد ما کشور صاحب استقلال و مستقل هستیم یعنی که اینم منم گفته بودم در یاد دارم یک شبکه از من پرسیده بود جواب داده بودم یعنی که در مورد صد یکم فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان جانبداری رهبری سابق تت یعنی که دویم گناهش یکم گناهش نمیخواست است که دیویزیه اتحاد یکم در تاجیکستان باشد یکم گناهش جنیدالله را با جنیدالله دویم گناهش نمیخواست است که دیویزیه اتحاد یکم در تاجیکستان باشد سیم گناهش جانبداری از راهباری خوب دیگه تت وقتی تت گفتن ما هم هشت پاشون نام کردیم که خب تت هینید محیدین کبیری و بعضی عقیده های جانبدار کننده رویه دینی اکستریمیستی سلفی موجود میباشد همین اگر خود چون اگر یعنی که سبحان الله همین مردمی که اتهام میکنه خصوصا همین کمیته دین در اونجا من نمیخوام از این نام بگیرم افراد خیلی زیاد هستند که خودشون در سعودی تحصیل کردن البته خودی رئیس کمیته سلیمان دولت که خیلی یعنی که خوب میشناسد خیلی زیاد میومدن در پشتی در مون میستودن اجازه نمیدادیم سلیمان دولت بودره میکنیم ولی ما مشغول هستیم ولی همون نفر رو پرسن که آیا حزب نهضت با سلفیت یکان ارتباط دارد شخصی که یعنی که حزب یعنی که سیاست پذیروف سلفی چگونه میتونه باشه میتونه یه آدم بگیم که این عالم دین است ولی کمونیست است دو چیزی که با یکدیگر اصلا چی یعنی که پیوستی ندارد میتونه بگه که این هم یعنی که یک مثالی که تماما غیری تصور شونده است چگونه کمیته دین یک شخصی که خودش تحصیل کرده سعودی یک دولتی که اون دولت خودش عقیده سلفی دارد و رسما در دنیا هستی وجود دارد دولت سعودی چگونه یک شخصی که کمیته دین ریاست میکند و شخصانی که در این کمیته کار میکنند چنین تحلیل و تشخیص میکنند که گویا که امین جنیدالله خدایاروف جانبدار راهبر تت هینید محیدین کبیری و بعضی عقیده های جانبدار کننده رویه دینی اکستریمیستی سلفیه تون جانبداری میکه است شهروند خدایار جنیدالله عبداللهویچ در شبکه ادناکلاسنیک آشکارا چنین خطاب میکند برادران خب برادران میگفتند که گمان میکردم که یکون عملهای ضد دینی اسلامی میکنند اگر منظور از سلفی پوشانیدن لباس سنتی یعنی که شیم پاچه هایش کوتاه
آمین رو بلند گفتن. خب میدونیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفته است که ما اسفل من ساقین فی النار. این حدیث است، این سلیمان دولت فهم میدونه، کارمندای کمیته دین هم میدونن. ما اسفل من ساقین فی النار، هر چه کی کبن، ما اسفل من کبن فی النار، هر چه کی یعنی که از بجلک پا پایان باشد، یعنی که بروکه که از بجلک پا پایان باشد چی است؟ اون در آتش دوزخ است. این حدیث صحیح است. این یعنی که سلیمان دولت فهم خوب میفهمه این مساله را، خوب دقت کنید. خوب عملهای ضد دینی اسلام، اگر منظور از سلفی پوشاندن لباس سنتی، شیمی پچایش کوتاه، آمین رو بلند گفتن، مبارزه بر ضد شرک و خرافات، پدیده های نو در اسلام باشد، پس من سلفی ام و مذهبم سلفی است. پس اگر چنین باشه منم سلفی ام. اگر همین یعنی که چیزی که رسول اکرم گفته است که از بجلک پا پایان در آتش دوزخ است و مبارزه بر ضد شرک خرافات، که امام علی خودش گفته است من مبارزه بر ضد شرک خرافات میبرم، گویا البته یعنی که همین و هر پدیده های نوی که یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله اونا یعنی که بدعت هایی که در دین وارد میکنن، یعنی که هر بدعت زلالت است و هر زلالت در آتش دوزخ است. هر گمراهی و هر چیزی که در دین ابتداع یا که وارد میسازن اون بدعت است و مبتدع و شخصی که در دین یک چیزی جدید میارد اون در آتش دوزخ است. این معین است، در این یکون شک نیست. یعنی که چیزی جنایت الله گفته است طبق سنت است، طبق مذهب حنفی است، یکون یعنی که وجب از مذهب حنفی بیرون نیست و این سلیمان دولت هم خوب میفهمه و این چنین کلمه اگر را استفاده برده است. اگر با یک کلمه اگر انسان وقتی اگر گفت با اگر انسان باید یعنی که با همین حکم زندان گردد. شهروند خدای را جنید الله عبدالله ویز فکر و عقیده های خود را دایر به ساخت دولتداری تاجیکستان نسبت قبول بعضی قانون و قرارها در جمهوری تاجیکستان اعتراض نموده چنین می نویسد: دولت تاجیکستان 10 قانون ضد اسلام برآورد. آیا غلط گفته است؟ آیا دولت تاجیکستان 10 قانون ضد اسلام برآورده است؟ آیا همین کلمه، آیا همین سخنی که جنایت الله گفته است غلط است؟ آیا اویلای گروسنه، اویلای گروسنه، اویلای تشنه، اویلای بیسواد، اویلای مهاجر، اویلای کسربایت، اویلای بیجای کار، اویلای سرگردان، اویلای گدا، اویلای بیوطن، اویلای برهنه، اویلای قرضدار، اویلای در زیر شکنجه، اویلای در زیر فشار میخواهد که سال 2015 را سر اویلای قبول کند، این یک فرمانی سری مردم را با کاری بیکار بند کردن است. این گپی جنایت الله بوده است. خوب که سال 2015 سال اویلای اعلام کردی چقدر اویلای از تاجیکستان فرار کرد، گریخ برآمد رفت، چی مشکلات ها در کشور شد، آیا یگان اویلای در تاجیکستان بهبودی برای اون بود؟ چنانه که امسال سال توریسم اعلام کرده در اول سال چی جنایت های انجام شد در کشور، دیگه نتونستید که چخیل اونا رو پوش کنید، در رو با اتهام کردن با حزب ها و اونایی که مخالف های سیاسی را شروع کردید. خب شما وظیفتون است تاجیک رو، شهروندان تاجیکستان رو در یکون منطقه روسیه انسان نمیشمورند. آیا این غلط است؟ از پشت تاجیک کسی گپ نمیزند. حکومتداران ما فقط کارشان دزدی و غارتگری است و نه دفاع از ملت و شهروندان تاجیکستان. نامبرده همچنین از تت هیمید و رابر آن محدین کبیری جانبداری نموده نوشته است. برادر محدین کبیری بهترین دیپلمات تاجیک است. آیا در این شک دارید؟ آیا در بهترین دیپلمات تاجیک بودن استاد محدین کبیری شک دارید؟ دیگر اینکه دین از دولت جداویش خلاف شریعت اسلام است. چرا در دولتی که 99 یا 100 درصد مسلمان از دین را از دولت جدا کردند؟ زنده بود استاد کبیری، پاینده بود هنید، مرگ بر ظالمان. یکان مشکل است آیا چنین سخن گفتن؟ مرگ بر ظالمان، شما ظالم هستید؟ چنانه که یک امام مسجد میگه مرگ بر ظالم گفتم، وقتی که گرفتن بردنم بعد فریادم کردم گفتن فهمیدی امروز در خطبه چی گفتی؟ گفتم هیچ نگفتم، گفتم که خداوند ظالما را خوار کنه. میگه در بالای سر یک مشت زد، گفت تو میفهمی که ظالم کیه؟ گفتم کیه؟ گفت ظالم مخی پیشوای. یعنی حتی همین کارمندان مقامات قدرتی هم از کلمه ظالم میترسن. برای چی؟ وقتی که یک مولا ظالم بگه فکر و خود چون میدونن که ظالم امام علی را میگن، ظالم جناب علی. با همون خاطر یعنی که هر شخصی که ظالم میگه یعنی که اون باید زندانی شود با حکم های یعنی که بفته. ما مسلمان ها وقتی که در دولت دموکراتی و کافری زندگی میکنیم احتیاج به حزب اسلامی داریم. یعنی که ما شهروندان وقتی در دولتی که قانون هاش اسلامی نیست، قانون هاش ضد اسلام هست، حالا وقتی که قانون ضد اسلام باشد تا 18 ساله مسجد رفته نمون، از اون من حجاب در ورشدن در مسائل دولتی من و مسجدها را بند
با هر بانه های واهی مدرسه ها را بند، طالب علم را از دولت ها برگردان به کشور بیار و صدها یعنی که مثال میارم که یعنی که قانون هایی که در کشور برآورده برای چی بر علیه اسلام، آیا این یعنی که گپ غلط است؟ خب اکو میرم در قضیه مصاحبه شهروند جنید الله خدایی رو در شبکه ادناکلاسی خصوصیت برانگیختن کینه و عداوت ملی داشته است و شورای کارشناسان آیت برگزاراندن تشخیص دولتی دینی تشخیص روسه می‌نامند که در مواد پیشنهاد علامت های با برآوردن عقیده های روی اکستریم سلفی موجود نباشد، یعنی که گویا که او سلفی باشد و تشخیص کمپلکسی را انجام دادن سردار ریاست مولانوف آوه، سرمتخصیص نظروف ام ان، سرمتخصیص بیگ نظروف ام ان، متخصیص پیشبر نصرالدینوف قا، متخصیص پیشبر سفروف دی، متخصیص سایوالیف آ. همین اشخاص 1, 2, 3, 4, 5, 6 نفر در همین مسئله گویا تشخیص کردن و امضاهای خودشان را گذاشتن و کمک برای 5 سال زندانی شدن یک شخص بیگناه شدن و البته از رئیس کمیته تا اینها و تا این یعنی که اونهایی که در این قضیه زندانی شدن برادر جنید الله خدایی را دست دارن حتما اونها به کیفر اعمالشون و اون یعنی که کمک کردن برای زندانی شدن کردگی هستند، حتما در این جنایت شریک هستند و انشاءالله در نزد الله و در نزد این ملت جواب میگن با این عملهایی که یعنی که در مورد شهروندان کشور انجام میدین. خب برادران گرامی نمیخواهیم دیگر برنامه مون را طولانی کنیم و الحمدلله دلهای زیاد در مورد یعنی که جنید الله و کارهایی که در کشور رئیس نوحیه و بعضی افرادی که در قضیه جنید الله و دیگر مسائل کرپسیونی کشور دست دارند روز به روز به ما میرسند و الحمدلله تمام مردم کشور با ما همکاری دارند در مورد مبارزه با فساد، مبارزه با یعنی که اکستریمیزمی که واقعا حکومت خودش اکستریمیست است و ما هم تایی یک یعنی که چیزی این حکومت رو 8 نام کردیم، البته مفصل میتونید اون از شبکه بخونید و خوب میدونیم که این قضیه هایی که ما دنبال داریم انشاءالله با منفعت ملت است. بار دیگر از تمام آنهایی که در فلشموب جنید الله خدایی رو شرکت کردن خیلی اظهار سپاس مینماییم. شخصی که از مردم شکر نکند یعنی که از الله شکر نمیکند واقعا همدستی گلی همه شما برادران و خواهرانی که در این قضیه بی‌طرف نبودید، خداوند هرگز رنج و درد و عذاب را نبینید، خداوند همیشه در آزادی قرار داشته باشید و برای وطن عزیزمون همیشه دعاگو باشید و در خزایایی که در کشور میگذرد بی تفاوت نباشید و انشاءالله در نظر داریم در مسائل کرپسیونی دیگر یعنی که کارها البته این بیرون از کمیته است، اون چیزی که سامانه اصلاح و یعنی که کارهایی که در قضیه کرپسیونری بعضی کارمندانی مقامات نوحیه رشت چی از فریدون و اینچنین خانواتشا لایق زاده و معاون پرکرار جنرالی یعنی که ولی جان حتما در این قضیه و حبو ولی جان انجام میتیم و انشاءالله هر چیزی که در اختیارمون یعنی که میرسد و داریم فعلا و اون اسمیس هایی که خب دیگر یعنی که بعضی چیزای خوب میرسد به ما از خودی پرکراتورا، از خودی کمیته امنیت، از خودی همون کارمندانی مقامات اجرایه حکومتی نوحیه رشت، یعنی که واقعا هم مردم یعنی که طلبگار همین هستن که همین کرپسیونی رو زندان شوند. اما خاطر انشاءالله که با ما باشد، دعاگو باشد. سلام علیکم و رحمت الله.